در پی شیوع ویروس کرونا در هرات امروز مسئولان بخش هرات آمبولانس در بیمارستان مرکزی این ولایت به بیماران و امراهان آنها ماسک و صابون توزیع کردند. آنان میگویند که توزیع ماسک و صابون به منظور جلوگیری بیشتر از شیوع ویروس کرونا در این ولایت صورت گرفته است. ابراهیم محمدی رئیس هرات آمبولانس میگوید از آنجایی که ویروس کرونا به شدت ساری است، آنها لازم دانستند تا برای مبارزه با پخش آن به شهروندان ماسک و صابون توزیع کنند. امروز هرات آمبولانس نظر به حساسیت موضوع ویروس کرونا، تمام همکاران ما در دفتر هرات آمبولانس دری شدند که ما یک سلسله خدمات بهداشتی، وقایه و کنترل برای پایوازای مریضا و برای خود مریضا در داخل شفاخانه از قبیل صابون و همچنان ماسک و موضوعات بهداشتی ما تهیه و تدارک دیدیم از بودجه شخصی خود پرسنل هرات آمبولانس که برای عزیزا توزیع میکنیم. رئیس هرات آمبولانس می‌افزاید که امروز برای 1000 نفر ماسک و صابون توزیع شده است. با این حال شماری از افرادی که از توزیع ماسک و صابون از سوی مسئولان هرات آمبولانس مستفید شدند، این اقدام را نیک عنوان می‌کنند. آنان از تجار و خیرین در هرات می‌خواهند تا در این برهه‌ای اساس از زمان آنان نیز برای جلوگیری از پخش ویروس کرونا مردم را همکاری کنند. همچون کارهای در سطح شهر به خاطر از بین بردن و به خاطر مقابله کردن به زی ویروس خیلی خوبه. 100% نه، 1000% برای از اینکه مردم شریف ما خصوصا مردم تمام افغانستان به زی ویروس مبتلا نشن خیلی کار خوبه، خیلی کار پسندیده و ما ستایش میکنم. خیلی خوشیات داریم که مگر دید کنه مردم را تیزی کنه ببینه غریب و غربای خورهام متوجه باشم. با این حال شماری از کارمندان هرات آمبولانس از ساری بودن این ویروس هشدار میدند. آنان شهروندان را بر رعایت تدابیر صحیح جهت جلوگیری از پخش ویروس کرونا در هرات دعوت میکنند. کرونا ویروس که همی ویروس کرونا میباشه و این با تغییر ژنتیکی، با جهش مختلف در کشورهای مختلف متفاوته و ویروس تداوی نداره و تمام پیامای سیه که از طرف رسانه ها شما زحمت میکشین به سم مردم میرسانیم، توقع ما ایره که ایر خیلی جدی بگرن. ویروس جدیدیه، تمام دانشمندان جهان، تمام متخصصین به صدد از اینم که چی قسم ایر مهار بکنم، چی قسم ایر سطح انتشار از ایر کاش بدن، سطح انتشار از ایر پین بیارم و ویروس جدیدیه خیلی انتشار سری داره. در کنار این کارمندان صحی از موجودیت زباله ها در سطح شهر هرات ابراز نگرانی می کنند. به گفته آنان زباله هایی که در سطح شهر ریخته می شود سرعت پخش ویروس کرونا را در هرات افزایش خواهند داد. موضوعات زباله یک از جمله دغدغه های بسیار مهم و حیاتی هست و توقع ما از شهرداری هراتی است که این زباله ها چون خود از اینا عامل انتقال امراض برای تمام خانواده ها میشه، در قسمت انتقال از اینا باید نه تنها شهرولی بلکه مردم هم در این قبال باید هم موضوعات بهداشتی مراعات بکنن و در قسمت انتقال زباله با شهرداری هرات همکاری داشته باشن. در این حال مسئولان اداره شهرداری هرات میگویند که کارمندان بخش تنظیف این اداره همه روزه زباله ها را از سطح شهر این ولایت جمع آوری می کنند. غلام رسول عظیمی سخنگوی شهرداری هرات از شهروندان می خواهد تا در صورت مشاهده سهل انگاری از سوی کارمندان تنظیف این اداره را در جریان بگذارند. از شهروندان خود تقاضا کردیم که در صورتی که میبینن که موتر تنظیف ما بدون در نظر داشت موارد احتیاطی صحیح اگر اقدام به جمعوری و انتقال زباله میکنن حتما اداره شهروالی هرات به جریان بگذارن و ما مطمئنا به این مسئله رسیدگی میکنیم و شهروالی هم بیشترین تلاش داره و بیشترین تبلیغات در سطح شهر داره که خدای نکرده بیماری کرونا باعث شیوع بیشتر نشه. گفتنی است که بر اساس گفته های مسئولان ریاست صحت عامه هرات تا اکنون 59 واقعه مشکوک به ویروس کرونا در این ولایت ثبت شده که از این میان یک مورد آن مثبت شناسایی شده است.